سالها دل طلب جام جم از ما می کرد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد. وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. در خدمت پیشکسوتی هستیم که واقعا تمام جامعه ایرانی بهشون افتخار میکنن. یک دو بیتی رو از حافظ شروع کردم که بعد بیایم برسیم به ترانه های بسیار زیبا، بسیار زیبایی که آقای هوشیار نژاد سرودن، خواننده های بسیار مطرح ما خوندن و همه ما باهاشون خاطره داریم، با تک تک آهنگ ها و تک تک ماها. آقای هوشیار نژاد، خودتون اصلا احتیاج به معرفی ندارید، شروع کنید. بر شما. مرسی. چی بگم، از کی بگم؟ این حرف گفتن نداره، اگرم داشته باشه گوش شنفتن نداره. دیروزم هر جوری بود، روزای ناجور که نبود، فاصله بین دلا این همه دور دور که نبود، هیچ کسی زندگیمو اینجوری تفسیر نمی کرد، قلب عاشق شدمو زندونو تعذیر نمی کرد. نارفیقا جلوی چشمون خسته شرف و دارش زدن، جلوی همسایه هامون عزت و بستن و شلاقش زدن. چی بگم؟ از کی بگم؟ چطوری بگم؟ مگه تا اینجا که گفتم و گفتم و گفتم، همرم گفتم، به کجا رسیدم؟ بگذاریم، دلم خونه. ولی که شما یه شعری از استاد مسلم شعر و ادبیات ایران حضرت حافظ خوندیم، چقدر لذت بردم. مرسی. ولی اجازه بدید منم یک چیزی نوشتم در ارتباط با سالی که فراز اومده و امیدوارم که این سال به دایره تحقق بپیونده و در نهایت ما شاهد آزادی مملکتمون باشیم که واقعا گرفتاره. ما دو سال بود که گرفتار کرونا بودیم، امسال هم قرمش برم گرفتار جناب آقای پوتین هستیم. امیدوارم که همه رو خداوند متعال زیر بال رحمت خودشون بگیره، البته اگر وجود داشته باشه ایشون. پرنده های دلگیر از پرواز نفسگیر، مسافرای خسته از بازی های تقدیر، با دل های شکسته با پر و بال بسته به خونه بر میگردن، نه یکی دست دسته. راه بی خطر امسال، سال سفر امسال، سال سر و سامون دل در به در امسال، سال خبر امسال، چشما به در امسال، گویی همه جا عیده، نحسی به در امسال. فصلهای رنگ پاییز، قصه باد گلریز، حکایت جدایی با گریه های ریز ریز، به حق نور دیده که روشن از امیده، شبهای بی سپیده به آخرش رسیده. امسال سال آوازه، سال رونق سازه، گویی زندگی تازه در لحظه آغازه، درهای امیدواری هر جا که بری بازه، حرف سفر کردن در باور پرواز. راه بی خطر امسال، سال سفر امسال، گویی همه جا عیده، گویی همه جا عیده، نحسی به در امسال. حالا نمیتونم بگم انشاءالله، ماشاءالله، چون عربی هم نمیخوام بگم، من نمیدونم چم شده دیگه. به امید خدا. خودم یه جوری دستش در میره. نه دیگه، امسال قرار شده خدا خودشو بیاد نشون بده، نحسی ها رو دور کنه، برای اینکه داریم کم کم نگرانش میشیم. قرار شد یه خودی نشونی بده که ما مطمئن بشیم حالش خوبه. اقلا من یه پاراگراف کوچولو بذاریم وسط. من از خدایی صحبت میکنم که تو قلب منه. از خدایی صحبت نمیکنم که قاسم الجباری نشین آخونده پدر سوخته هستن، ببخشید، یا آقای پوتین، اینا جانی هستند، جانی های بالفطره هستند، اینا خداشون هم جانی هستش. و
ببخشید. فقط امیدوارم که با این سال نو و عید نوروز آقای پوتین هم دیگه عقیدهشو عوض بکنه، دست برداره از جنگ و این عید نوروز ما بتونه صلح برای تمام جهان بیاره، به خصوص که کشورهای همسایه همه نوروز رو برگزار میکنن دیگه، تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان و همه با هم دیگه نوروز رو جشن میگیرن و صلح میارن توی دنیا انشاءالله. امیدوارم من وسط مهمونان عزیز چهره همکار گرامیمون خانم مریم میبینم که واقعا بسیار بسیار دلسوزانه مواظب همه کار ما هستن و مریم جان افتخار بدین لطفا دیگه، آقای هوشیار نژاد گفتن باید بیاد. غیر از این باور نمی‌کنین که خیلی انسان با احساسی هستش، چون من یه برنامه که ضبط می‌کنم باهاش هستیم، من یه شعر که می‌خونم می‌بینم ایشون بدتر از من حالش خراب شده، بعدم میگه آدم مگه میتونه هم چیزایی بنویسه؟ آره میتونه بنویسه. اگر دل سوخته باشی، اگر دل شکسته باشی، اگر از وطن دور افتاده باشی و اگر اندکی تأمل داشته باشی و احساس تو قلبت باشه، میتونه بگه. من باور نمیکنم روز اول که این کارو شروع کردم اصلا من نمیدونستم ترانه چیه، اصلا نمیدونستم، ولی جبر زمان، دیدن اون همه ناهمواری ناهنجاری و مضافاً شنیدن یک آهنگ بسیار بسیار زیبای وطنی به من یک خروشی زد و گفت تو چرا نمیتونی؟ تو که میتونی همه چی بنویسی، چرا نمیتونی بنویسی؟ و از اون روز تصمیم گرفتم که ترانه بزنم. تا اینجا که خدمتتون هستم 300 تا ترانه نوشتم که بیشترشون هم هیچ شد. بگذاریم. مریم جان من با تمام لباس، با لباس تمام رسمی از تو تشکر میکنم. بسیار بسیار انسان، همین که اضافه حقوق نمیخواد خیلی. چون من خودم حقوقم از کرام و کاتبی میگیرم. یه رفیقم داریم مثل این آقای بهروزخانی که اینجا دارن زحمت میکشن، ایشون مرتب کردیت کارتشون تو جیب من. ایدید باید دست نیاز بشه روی شما میکنم کل بستم که بگذرم از آبروی خیشی، چون هیچی نمیدیم. منم واقعا خیلی خوشحالم و این بزرگترین سعادته که در خدمت شما هستم و لذت میبرم، به خصوص از البته از همکاری با شما، با خانم پوری هوشیار نژاد و به خصوص با مجریای محترمی که در این تلویزیون حضور دارن و واقعا افتخار میکنم که همکاری با شما دارم و همچنین همینجور که گفتید واقعا لذت میبرم ساعتی که دارم برنامه شما رو کارگردانی میکنم، هم از شعراتون اصلا واقعا من به یه عالم دیگه میرم، باور کنید اصلا لذت میبرم. من باور کردم. ممنونم. انشاءالله همه شاد و موفق و پیروز و معید. ولی ما ایرانی ها مخصوصا روزای نوروز این حرفا یه دعایی داریم همیشه، غیر از صلح و مهربونی و صفا و سلامتی و اینجور چیزا، امیدوارم وضع جیبی همه هم خوب بشه که بتونن یه ذره کمک به این تلویزیونی که به هر تقدیر اینقدر ازش تعریف می‌کنن. آمین. بس. در هر صورت منم متشکرم که به من این فرصت دادین در کنار فرصت‌های دیگه‌ای که خودم اصفهان می‌ترشم در خدمتتون باشم و امیدوارم که این سالی که داره فراز میادش حداقل من نیفتم، که اگر من بیفتم خیلی چیزا میفته. پیروز و معید باشید. مرسی. مرسی ازتون. ممنونم از همتون.